اگه شما سرور مجازی داشته باشی و روش وی پی ان نصب کنی، عموماً اطرافیانت، دوستان نزدیکت، خانوادت ازت انتظار دارن که یه کانکشن از وی پی انت رو بهشون بدی تا اونها هم به وی پی انت وصل بشن. اما بدبختی اینجاست که شما یه کانکشن به دوستت میدی، اون میده به دوست دیگه‌اش، اون یکی به کس دیگه و این شکلی ممکنه ظرف مدت کوتاهی به صورت ویروسی بین ده‌ها نفر این کانکشن پخش بشه. چه اتفاقی میفته؟ سرعت میاد پایین، اختلال ایجاد میشه و حتی ممکنه IP سرور فیلتر بشه. امروز یه فورک XUI بهتون معرفی میکنم که این مشکل رو با محدود کردن IP حل میکنه. با من همراه باشید. خب همونطور که گفتم میریم سراغ نصب یه فورک XUI که شرایط رو بهتر میکنه. خیلی سریع میرم سراغ توضیحات نصب. اگه مبتدی هستید حتما باید آموزش‌های قبل رو ببینید. ما یه پلیلیست ساخت وی پی ان داریم، لینکش رو بالا میذارم، و اگر هم کار کردید که این یه آموزش ابتدایی و ساده است مثل قبلی ها. خب این فورک آدرس رو داخل دیسکریپشن میذارم، میگه که من یه پنل XUI چند زبانه به تحویل میدم، IP کاربرها رو محدود میکنم واسه، و اینکه مثلا تلگرام بات هم بهت میدم، با بات تلگرام میتونید اطلاعات یوزر رو چک کنید و این حرفا. این پنل رو اصلا یه ایرانی ساخته بچه‌ها، این دستور نصبش خودش گفته که با داکر میتونید نصبش کنید و بعد SSL بگیرید. حالا من متاسفانه با داکر نتونستم نصبش کنم، پس عین روش من برید. کسایی که حرفه‌ای هستن بلدن با داکر هم میتونن نصبش کنن. من چیکار کردم؟ اول طبق آموزش‌های قبل وارد صفحه XUI اصلی یا مادر شدم. من لینک هر دو تا صفحه رو، هم XUI مادر و هم فورکی که امروز میخوام معرفی کنم، و هر دوتا رو داخل دیسکریپشن میذارم. طبق آموزش‌های قبل اول میخوام یه SSL بگیرم. این دستور رو کپی میکنم، پاتی رو باز میکنم، با کلیک راست دستور رو پیست میکنم و شروع میکنم به نصب کردن. من چون گرفتن SSL رو قبلا آموزش دادم، اینجا رو با سرعت بیشتری پیش میرم. لینک قسمت قبل رو بالا میذارم، قسمتی که به صورت مفصل توضیح دادیم که چطور شما SSL بگیرید. خب اولی نصب شد. حالا دومی، نصب کرل و سوکت، کپی پیست، نصب شد. سومی، این کد رو کپی میکنم مجدد داخل پاتی با کلیک راست پیست میکنم و بعدم این کد کپی و مجدد پیست، تمام شد. حالا کدی که با توش ایمیل مینوشتیم، کد رو کپی میکنم میبرم پیست میکنم و جای ایمیل، ایمیل خودم رو مینویسم و بعد اینتر، تمام. کد بعدی اگه خاطرتون باشه کدی بودش که با توش آدرس ساب دامین مینوشتیم. بذارید ساب دامینی که ساختم رو بهتون نشون بدم. طبق معمول وصلش کردم به هسنر، به کلودفلر هم میتونستم وصلش کنم، اما به نظرم این روزها کلودفلر خیلی اختلال داره، حداقل من که ازش نمیتونم جواب بگیرم. این ساب دامنی که ایجاد کردم اسمشو رامون گذاشتم، آموزش رو فکر کنم تا الان 3 بار دادیم. حالا آدرس ساب دامین رو تو این قسمت از کد که مشخص کرده وارد میکنم، ramon.appjamajkba.ml، این آدرس ساب دامینمه، اینتر رو میزنم و تمام. حالا دیگه یه کد فقط بیشتر نمونده بچه‌ها، که این هم آدرس ساب دامین میخواد. مجدد آدرس ساب دامین خودم رو مینویسم و دیگه تموم شد، SSL رو گرفتیم. حالا بریم مجدد تو صفحه فورک، ما SSL رو گرفتیم، الان فقط با این کد میخواییم XUI جدید رو نصب بکنیم، پنلی که حالا امکانات بیشتری به اون میده. کپی میکنم، پیست میکنم و تمام شد بچه‌ها، XUI جدید نصب شد. دیگه با پاتی کاری نداریم. آدرس سرورم رو برمیدارم، آدرس پنل XUI همونطور که میدونید آدرس سرور 2 نقطه پورت 54321 هستش. کپیش میکنم، میرم تو مرورگر و پیستش میکنم. وای میسم تا صفحه ظاهر بشه. خیلی ها دقیقا همینجا گیر میکنن، یعنی صفحه بالا نمیاد، باید پورتتون رو عوض کنید یا اینکه از یه اینترنت دیگه استفاده کنید، بالاخره باید خاکی تو سرش بکنید تا این صفحه بالا بیاد. من یه آموزش در این خصوص هم ساختم که چطور پورت رو عوض کنید، لینک اون آموزش هم بالا میذارم. پنل من بالا اومد بچه‌ها. ببینید پنل دیگه چینی نیستش، انگلیسیه. یوزر رو ادمین و پس رو ادمین میزنم و بعد رو گزینه لاگین کلیک میکنم، وارد پنل شدیم. اولین کاری که میکنم سویچ ورژن رو میزنم و ورژن آخر رو انتخاب میکنم. حالا بیاید تو قسمت سیتینگ پنل، اینجا باید آدرس روت رو بهش میدادیم دیگه تا بتونیم به دامین وصل بشیم. اینا همه تو آموزش قبل هستش، یعنی آموزش قبل با آموزش جدید یه جورایی قاطی شده. اوکی، چیکار باید میکردیم؟ مجدد میرم تو صفحه XUI اصلی، XUI مادر، و آدرس ها رو از اینجا برمی‌دارم. این آدرس اول که باید توی این قسمت وارد می‌کردیم و این هم آدرس دوم که باید توی این قسمت وارد بشه. دیگه باید چیکار می‌کردیم؟ با منوی یوزر سیتینگ بچه‌ها یوزر پس پنل رو هم عوض کنیم، بد نیستش. ادمین رو اول می‌نویسم تو قسمت یوزر و پس، و پایین‌ترش یوزر و پس جدیدم رو می‌نویسم و بعد ذخیره اطلاعات و در نهایت هم ریسیت پنل. الان دیگه می‌تونم به جای IP از آدرس ساب دامینم استفاده کنم. آدرسم چی بود؟ ramon.appjamajkba.ml
2.5432.1. حواستون باشه حتما باید پورت پنل رو بنویسید. کپیش میکنم داخل مرورگر پیس، مجدد با یوزر پس جدیدم وارد پنل میشم. حالا امکانات این پنل جدید چیه؟ ببینید تو قسمت پنل ستین شما بات تلگرام رو دارید که میتونید فعالش کنید و برای اعمال محدودیت روی کاربرها حتما باید مثل قبل یه حساب کاربری بسازی که از این قسمت ما حساب کاربری میساختیم. تو قسمت ریمارک اسم وی پی ان تون رو بنویسید. پروتکل رو هر چی دوست دارید بذارید. تنظیمات قبل مثل محدودیت حجم مصرفی یا تاریخ انقضا هم اینجا وجود داره. اما اینجا یه قسمت جدیدی اضافه شده به اسم اد کلاینت. روش کلیک کنید، اینجا ازتون ایمیل کاربر رو میخواد. من حالا یه ایمیل فرضی مینویسم. پایین‌تر میگه که روی چند تا آی پی فعال باشه. کل داستان همینجاست دیگه. من میگم که روی یه آی پی فعال باشه مثلا. این شکلی کاربر دیگه نمیتونه کانکشن رو پخش کنه بچه. حالا شما این کانکشن رو به چند نفر هم میتونی بدی، اما همه محدودن. با این گزینه میتونی هی کلاینت های جدید بسازی. دیگه چی داریم بچه ها؟ شما اگه ویلس یا ویمس بسازی، اینجا گزینه ای هست به اسم HTTP که هیچ وقت بهتون توضیح ندادم که کاربردش چیه. این بهتون تو این روزها خیلی کمک میکنه با تجربه اختلالات. در واقع شبیه سازی HTTP انجام میده. من اینجا میگم شبیه سازی وبسایت آپارات رو واسه انجام بده. اینجوری کار میکنه که وقتی شما وارد وبسایت یوتیوب میشی مثلا، HTTP میاد آپارات رو شبیه سازی میکنه برای ربات های فیلترینگ. اونا فکر میکنن که شما وارد وبسایت آپارات شدی و این شکلی کمتر آی پی فیلتر یا مسدود میشه. من سایت آپارات یا time.ir رو برای شبیه سازی بهش میدم. دیگه چیز دیگه ای نداره. چون دامین هم نصب کردیم میتونیم TLS رو فعال کنیم. کافیه تو قسمت دامین نیم آدرس ساب دامینتون رو بنویسید. این آدرس ساب دامینم تو قسمت پابلیک کی و کی فایل دو تا مسیر باید مینوشتیم که تو XUI مادر این دوتا مسیر رو واسمون مشخص کرده. اینها رو کپی میکنم و تو این دوتا قسمت پیستشون میکنم. اینا مربوط به آموزش قبل هستش. تمام شد بچه، کانکشن ساخته شد. این کل داستان بود. از لحاظ کیفیت و قدرت این کانکشن فرقی با XUI اصلی نداره، اما قابلیت تک کاربری کردن یا محدودسازی IP یکی از مهمترین قابلیتاشه که مطمئنم به کار خیلی ها میاد. ممنون که همراه من بودید عزیزای دلم. اگه کانال یوتیوبی من رو هنوز که هنوز سابسکرایب نکردید، خوشحالم میکنید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا محض آپلود ویدیوی جدید از انتشارش مطلع بشید. اگر سوالی در خصوص این آموزش دارید تو کامنت ازم بپرسید. ممکنه مقدار زمان ببره تا بخوام به سوالا جواب بدم، اما خیلی زود میام و بدونه سوالا جواب میدم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. دوستتون دارم. با امید دیدار.